سلام، من فراز هستم و اینجا پارسی تیوی. این بار به زندگی جین بینی، همسر محمد خردادیان و ماجرای خاطره تلخ همسر محمد خردادیان از نابود شدن زندگی مشترکشون به علت همجنسگرایی خردادیان میپردازیم. اما قبل از هر چیز، در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. جین بینی، رقاص و بالرین انگلیسی، همسر اول محمد خردادیان، در سال 1956 برابر با 1335 در لندن انگلستان متولد شد. ایشون در یکی از معتبرترین مدارس هنرهای نمایشی انگلستان، بوش دیویس، رقص آموخت و حرفه رقص خودش رو با اجرای باله ملی ایران در ایران در سال 1976 آغاز کرد. همچنین ایشون 14 سال در ایالات متحده آمریکا زندگی میکرد و همونجا به اجرای برنامه میپرداخت. جین بینی بالرینی اهل لندنه که پیش از انقلاب اسلامی در 19 سالگی در اوایل دهه 50 به ایران اومد و در تالار رودکی در نمایش‌ها و مراسم‌های هنری اجراهای بسیاری هم انجام داد. او سالها در کنار رقصندگان ایرانی در تالار رودکی به اجرای مشهورترین نمایش‌های باله پرداخت. زمانی که دختر 19 ساله بود به استخدام وزارت فرهنگ در اومد و در تهران مشغول به کار شد. با زندگی در ایران زبان فارسی رو یاد گرفت و خودش میگه یه خورده فارسی بلد بودم، ولی حالا تمرینش رو ندارم و قبلا بهتر حرف میزدم. جین بینی میگه در اون موقع ها علاوه بر خارجی های مقیم ایران دوستان ایرانی هم داشتیم و به یاد میارم که یه روز یه پسر جوونی به نام محمد خردادیان که بلیت اجرای ما رو در تالار رودکی از دوستش گرفته بود برای تماشا به تالار اومد و همه چیز از اونجا شروع شد. جین بینی میگه ما با هم خیلی دوست شدیم و اکیپی بیرون میرفتیم. پنجشنبه جمعه ها به کوه و دربند میرفتیم. اونا میخواستند که فرهنگ ایرانی رو به ما نشون بدن. اصفهان و شیراز میرفتیم و شمال. اینطوری شد که عشق من به اون مرد ایرانی که بعدها شد محمد خردادیان عمیق و عمیق‌تر شد و درست چند هفته قبل از پایان قرارداد من با سازمان باله ملی ایران، من و محمد در ایران با هم ازدواج کردیم. جین میگه نمیدونستیم کجا بریم. من میخواستم به بریتانیا برگردم، اما محمد سربازی نرفته بود و نمیتونست از ایران خارج بشه. او رقصندگی حرفه‌ای نبود، اما بسیار زیبا میرقصید و به من هم رقص ایرانی رو یاد داد. جین در سال 2014 کتابی به نام برای عشق محمد به چاپ رسوند و در بریتانیا منتشر کرد. جین بینی چند سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به همراه همسرش محمد خردادیان در ایران موند و بعد از اون هر دو از ایران خارج شدند. بعد از مهاجرت از ایران به همراه همسرش در کلوب‌های ایرانی لندن و مراسم و مجالس ایرانی به عنوان رقاص مشغول شد. جین بینی میگه زندگی خصوصیشون موفق نبود و از همون اول متوجه شدم که مشکلاتی وجود داره و در زندگی مشترکم ناموفق بودم. نه، مشکل از محمد بود که به یه بیماری مبتلا بود. سرانجام روزی گفت که بیماره و من اما خوشحال شدم که دلیل این رفتارها و دوری گزیدنها این نبود که زن دیگه تو رابطه‌مون باشه. محمد خردادیان از جمله چهره‌هایی بود که در دنیای رقص به شهرت رسید و معروف شد. اون بهترین دنسر ایرانی بود که بعد از پیروزی انقلاب در بهمن 57 ایران رو برای همیشه ترک کرد. محمد خردادیان یکی از چهره‌های رقصنده ایرانه که در سالهای گذشته بسیار جنجال برانگیز شد و نامش رو بر سر زبون‌ها انداخت. وی متولد ماه اسفند سال 1335. با اینکه او در تهران چشم به جهان گشود، اما پدر و مادر اون تهرانی نبودند. پدر اون از شهروندان قزوین و مادرش اصالتاً اهل سبزوار بود. پدرش عباس خردادیان با اصلیتی قزوینی از اولین سپرسازان ماشین فولکس در ایران بود. محمد دو خواهر و یک برادر بزرگتر از خودش هم داره. رقصیدن رو از 5 سالگی از دور همیهای خانوادگی و عروسی ها آغاز کرد. اما ورود حرفه‌ایش از 16 سالگی در اردوی تابستانی رامسر امکان پذیر شد. او با رقص آذربایجانی در این اردوها از طرف مسئولان به معلم رقص باله معرفی شد. رقص رو زیر نظر یک معلم فرانسوی در تهران شروع کرد.
از همین کلاس ها کمتر از 2 سال به شاگرد ممتاز گروه تبدیل شد. سپس در آمریکا، انگلستان و کوبا نیز انواع رقص ها رو آموزش دید. زندگی خردادیان و همسرش جین بینی بعد از 9 سال زندگی مشترک به دلایلی به جدایی ختم شد. جین بینی در نهایت چند سال پیش به علت بیماری درگذشت. همسر محمد خردادیان به شدت عاشق اون بود و در مورد این عشق آتشین خودش برای 10 سال زندگی مشترک با خردادیان یک کتاب هم نوشته. در سال 1381 در دوران ریاست جمهوری خاتمی به علت بیماری پدرش و چراغ سبز دولت به ایران اومد، اما در زمان خروج دستگیر شد و بعد از 21 روز انفرادی و 40 روز زندانی در اوین دادگاهی شد. دادگاه اون رو 10 سال ممنوع خروج کرد تا اینکه این حکم بعد از ماها در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان تعلیقی کاهش یافت تا خردادیان تونست از ایران خارج بشه. بعد از خروج از ایران با پیشنهادهای مالی سنگین از طرف BBC و CNN برای مصاحبه علیه ایران مواجه شد، اما حاضر نشد علیه کشورش حرف بزنه. او یک تجربه موفق با نویسندگی و بازیگری در تئاتر خنده‌داری به نام زندگی مشکوک نشون داد و در این راه نیز میتونست موفق باشه. اون در حال حاضر بیشتر اوقات در ترکیه زندگی میکنه. یکی از فعالیت‌هایی که باعث شناختن محمد خردادیان به ایرانیان و غیر ایرانیان شد، کلیپ‌های آموزش رقص بود. او تنها در رقصیدن و آموزش رقص فعالیت نمی‌کنه، بلکه اون مسابقات بیشماری رو در مورد رقص و در کشورهای مختلف به اجرا درآورده. سلماز یکی از چهره‌های ایرانی بود که در یکی از مسابقات رقص محمد خردادیان شرکت کرد. وی تونست به مقام اول این مسابقه دست پیدا کنه و به عنوان پیروز این دوره از مسابقات رقص خردادیان شناخته بشه. گفته میشه محمد خردادیان در دبی با یک ورزشکار 21 ساله در رابطه است. گفته میشه دلیل اصلی جدایی از همسر اولش میل جنسی متفاوت محمد خردادیان بود. همسر سابق اون نیز به دلیل عشق فراوانی که به اون داشت، یک کتاب رو به قلم تحریر درآورد و خاطرات 10 سال زندگی مشترکش رو به اشتراک گذاشت. او در این کتاب نیز به میل جنسی متفاوت همسر سابقش هم اشاره میکنه. وی در یکی از گفتگوهاش با صراحت اعلام میکنه که از نظر میل جنسی به آقایان تمایل داره و از زمان کودکی دارای میل جنسی همجنسگرایی بوده. از طریق اینترنت با یکی از پسران اقوام خودش که 21 سال داشت رابطه یه دوستی برقرار میکنه و این پسر جوان برای اینکه بتونه اقامت آمریکا رو به دست بیاره به او پیشنهاد ازدواج میده. او در هنگام بازجویی اعلام کرده بود به خاطر دیدن پدر بیمارش اومده، اما وقتی که در شبکه یه تپش حاضر شد گفت که به خاطر دیدن پسر 21 ساله‌ای که با اون قرار ازدواج گذاشته اومده بود که اون رو از ایران خارج کنه. در نهایت این پسر 21 ساله به دبی رفت و در اونجا توسط محمد خردادیان ویزای کار 1 ساله در آمریکا رو گرفت و در نهایت براش گرین کارت هم صادر شد. محمد خردادیان در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا انجام داد گفته: در زمانی که متولد شدم من همجنسگرا بودم، اما خجالت می‌کشیدم اون رو عنوان کنم و دیگه در این سن تصمیم گرفتم اون رو به صورت رسمی بیان کنم. زندگی خردادیان و جین بینی بعد از 9 سال زندگی مشترک به دلایلی که بعدها توسط خود خردادیان فاش شد به جدایی ختم میشه. او بعد از جدایی خردادیان مجدداً ازدواج میکنه و متأهل شد و مادر 2 دختر بزرگسال شد. جین بینی در نهایت چند سال قبل به علت بیماری سختی که مبتلا میشه دار فانی رو ودا میکنه. همسر محمد خردادیان به شدت عاشق اون بوده و درباره اینکه نشون بده محمد خردادیان کیه و در زندگی اون چه نقشی داشته، درباره این عشق آتشین خودش در طی 10 سال زندگی مشترک با همدیگه یک کتاب به عنوان دلنوشته می نویسه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می کنید. اگر می خواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا دیداری دوباره، خدا نگهدارتون.